بسم الله الرحمن الرحیم پوانتون جامی پانزه انجینری مضمون معادلات تفاضلی با ما استاد غلام حسن نیدری به سمستر چهارم پانزه انجینری بسیار بسیار خوش آمدین. درس ما و شما بروی نیومریکل سولوشن آف دیفرنشیل اکویشن یا حل عددی معادلات تفاضلیه. دیگه بعد از اون ببینید به قسمت اول که داریم اگزمپل ایجی یعنی اگزمپل امپلای پیکارد متد با استفاده از چی؟ با استفاده از روش میکارد to obtain the solution of differential equation obtain کنن یا تشریح کنن حل از این معادله تفاضلی dy by dx مثلا میشه به x مربع جمع y مربع given that داده شده y مثلا میشه به 0 y equal 0 when x equal 0 یعنی x و باز مرز x مثلا به 0 y مثلا به 0 داده شده hence find y of 0.1 correct to four places of decimal یعنی چی؟ یعنی تا به چهار چیز تا به چهار دسیمال چکار بکنید؟ correct کنید. خب بعد از او یگانه کاری که ما شما میکنیم یگانه کاری که ما شما میکنیم فرمول می نویسیم بعد که ما فرمول نوشته کردیم داشته باشیم که y صفر تا انتگرال y صفر تا به y dy مثلا میشه انتگرال x صفر تا به x f of x, y dx. خب برای اون که به شکل ما شما این نوشته کردیم به استپ بعدی یا در قدم بعدی ما شما چیکار میکنیم x0 داریم x0 قیمت وانس 0 y0 قیمت وانس 0 fx, y قیمت وانس چی؟ قیمت وانس x مربع مثبت y مربع باز بعد از اون قیمت ها خود اینجا وضع میکنیم وقتی که وضع کردیم اولین آیتریشن از یا اولین قیمتی که ما شما به دست میاریم از اینجا نوشته میکنیم چی؟ نوشته میکنیم که dy وقتی که dy نوشته کردیم نوشته میکنیم که dy این که dy نوشته کردیم میرن نوشته میکنیم که از صفر تا با y از صفر تا با y که نوشتیم میگیم که ای برابر با خب انتگرال داریم انتگرال نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که انتگرال از صفر تا به چند از صفر تا به x از صفر تا به x ما نوشته کردیم باز بعد این هم نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که x مربع جمع چی جمع y مربع باز بعد از چی باز بعد dx هم می نویسیم اما به قسمت قبلی که از این کنسته به این قسمت کنسته همین y قیمت چنده؟ y قیمت صفره وقتی ما شما صفر وضع کنیم نوشته میگنیم که مثبت صفر مربع خب مثبت صفر مربع صفر میشه صفر جمع x مربع پس چی میشه؟ پس خودم x مربع میشه من در نتیجه به این شکل نوشته میکنم نوشته میکنم که انتگرال انتگرال که نوشته کنم باز برای اینجا نوشته میکنم که x مربع dx می نویسم خب انتگرال x مربع که ما شما بگیریم حاصل چی میشه؟ حاصل x به توان 3 بر 3 میشه پس نوشته میکنم که y ما مساوی شه به x به توان چند؟ x به توان 3 بر 3 می نویسم وقتی که x به توان 3 بر 3 نوشتم این اولین y چکار شد؟ اگر اولین آیتریشن یا اولین قیمت به نصف آمد وقتی که اولین قیمت به نصف آمد میگیریم به قسمت بعدی یا به قیمت بعدی به قیمت بعدی که هستم به فرموله دارم امی انتگرال که هسته یه انتگرال قیمت رو چی میشه؟ یه انتگرال قیمت رو میشه با y چرا که دیگه y لوال لیمیت از صفره انتگرال dy میشه از صفر تا با y که y میشه باز من از اون از اینجا ما شما داریم که fx, y این تابعی که داریم چیه؟ داریم که x مربع جمع y مربع پس به اون شکل که هسته به این خاطر من به اینجا نوشته میکنم که چی نوشته میکنم که x مربع جمع y مربع باز باید دیدم که dx نوشته کدام به اسم بعدی یا به مرحله بعدی من چکار میکنم به مرحله بعدی انتگرال dy که بگیرم y میشه میگم که y مساوی میشه به این انتگرال انتگرال جدیدی که ما شما داریم نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که از صفر تا به x از صفر تا به x که این انتگرال ما شما نوشتیم باز برای داریم که x مربع این x مربع ما شما خود از این هسته جمع به عوض y چند داریم ما شما به عوض y داریم که x به توان 3 بر 6 من پس این نوشته میکنم نوشته میکنم که x به توان 3 بر 6 وقتی که x به توان 3 بر 6 نوشته کنم کل مربع نوشته میکنم این کل مربع به خاطر کل مربع میشه چون که y مربع داریم ما شما به اون سردی بسته میکنیم dx هم چیکار میکنیم dx هم مینویسیم بعد به استپ بعدی یا مرحله بعدی که هست ما شما چیکار میکنیم ما شما دوباره نوشته میکنیم که y ما شما مساوی میشه انتگرال x مربع که ما شما بگیریم میشه x به توان 3 بر 3 باز بعد رو جمع اینی ما شما چند داریم اینجا داریم که x به توان 3 کل مربع یعنی 3 ضرب دو چند میشه میشه x به توان 6 x به توان 6 بر 36 انتگرال از این که بگیریم میشه به چند میشه به x به توان 7 باز بعد رو x به توان 7 که شد نوشته میکنیم که x به توان 7 بر باز بعد رو
36 هم ضرب 7 ایش انکل تا به اندازه مثلا به دست آمد، جواب از اینکه تا این اندازه به دست آمد و قسمت بعدی یا به استپ بعدی ما چیکار میکنیم؟ به استپ بعدی ما و شما دیگه میاییم به استپ بعدی، به استپ بعدی که هسته بمی رابطه که ما و شما داریم ان بمی رابطه که ما و شما نوشتیم باز برزور فقط به استپ بعدی و استپ بعدی انتگرال ای بگیم که مسابقه چی میشه؟ مسابقه وای میشه. ای که مسابقه وای بشه نوشته میکنیم که انتگراله اینجا چند می‌نویسیم؟ نوشته میگه که صفر، صفر تا به چی می‌نویسیم؟ صفر تا به x می‌نویسیم، کامل می‌نویسیم، باز هر دو. اینجا x مربع که دارم x مربع خود از این است، به a1 و y نوشته میگه که جمع، به a1 و y نوشته میگه که چند. به a1 و y یعنی قیمت ما شما به دست آوردیم. کل قیمت ما شما به دست آوردیم به a1 و y. به a1 و y یعنی قیمت به دست آوردیم، قیمت چیکار می‌کنیم؟ می‌نویسیم. خب. دیگه این به شکل به a1 و y قیمتی که ما بنویسیم می‌گیم که y ما مثلا میشه x به توان 3 و 3 مصبر x به توان 7 و 500 و چند بنویسیم؟ بنویسیم که x به توان این به از y یعنی قیمت چکار میکنه؟ اون قیمت مینویسیم وقتی که نوشتیم سعی میکنیم که چند برسته ما میدیم. خب نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که به اینجی دیگه اون یکی من که نوشته میکنیم که x به توان 3 بر 3 مینویسیم باز باز جمعه او رو نوشته میکنیم که x به توان 7 بر x به توان 7 بر باز باز 252 رو هم چکار میکنیم؟ مینویسیم وقتی که نوشتیم باز باز اینجا هم dx مینویسیم. خب البته منطقه قبل از اینکه به قسمت ها برسیم همینجی ما و شما کل مربع هم داریم، کل مربع هم که داشته باشیم به این شکل بر از اون نوشته میکنیم که y ما و شما مثلا میشه بر انتگرال x مربع میگیریم، انتگرال x مربع رو که بگیریم x به توان چند میشه؟ x به توان 3 بر 3 میشه. اما قبل از اون یک ساده سازی نیاز داریم. نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که از صفر، از صفر تا به چی نوشته میکنیم؟ از صفر تا به x نوشته میکنیم. این x مربع خود می نویسیم، نوشته میکنیم که x مربع خود از این هسته باز بعد از اون جمع ایر که انکشاف بدیم، ایر که انکشاف بدیم یعنی a مربع، a مربع یعنی x به توان 3 بر 3 کل مربع، x به توان 3 بر 3 نوشته میکنیم که میشه x به توان 6 بر چند بنویسیم؟ x به توان 6 بر 9 بنویسیم. باز باز جمع دو ضرب ایرم نوشته میکنم که x به توان 3 بر چند؟ x به توان 3 بر 3 باز باز دو ضرب ایرم نوشته میکنم که x به توان 7 بر چند؟ 252 بنویسم. خب وقتی که نوشته کردم مثبت به استپ بعدی نوشته میکنم که x به توان 7 که مربع کنیم x به توان چند میشه؟ x به توان 14 میشه. یک x به توان 14 شد باز باز مخرج 252 باید مربع کنم، یعنی 252 ضرب 252 این که من ضرب کنم یعنی 252 ضرب چه؟ ضرب این رو نوشته کنم که 252 سکنم به چند بشه. خب این عدد شد، وقتی که این عدد شد دیگه چی کار میکنیم؟ این می نویسیم این که ما و شما نوشتیم باز بعد از اون می به یک قسمت نوشته میکنیم که x با توان 14 بر یه عدد باز بعد از اون این هم که ما و شما نوشتیم قوس چیکار میکنیم؟ قوس رو بسته میکنیم، دی اکس هم چیکار میکنیم؟ دی اکس هم بنویسیم. خب وقتی دی اکس هم نوشتیم به استپ بعدی یا به مرحله بعدی که هست وای میگیم که مساوی میشه به اکس به توان 2 که انتگرال بگیریم میشه اکس به توان 3 بر 3 باز به جمع اکس به توان 6 که مثلا انتگرال بگیریم میشه به چند؟ میشه به اکس به توان 7 بر 9 ضرب چند میشه؟ 9 ضرب 7 یعنی مخرج 9 ضرب 7 حاصل چند میشه؟ حاصل میشه به 63 باز به جمع اینجا هم که هسته 252 تقسیم 2 میکنیم ضرب 3 میکنیم سعی میکنه به چند بشه. نوشته میکنیم که 252 باز بعد از ضرب 3 تقسیم چند تقسیم 2 میگیم که مثلا میشه بعد خب حاصل چند بشه؟ 378 میشه. وقتی که 378 شد به اینجا نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که 378 باز بعد از x به توان 3 در این نوشته میکنیم که x به توان 10 x به توان 10 که بنویسیم باز باز بر 378 باز باز که 378 نوشتیم نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که جمع خب جمع اینجا خب نوشته میکنیم که x به توان 10 بر 378 وقتی که نوشته کردیم دیگه بیست نوشته میکنیم که x به توان 10 بر این هم نوشته میکنیم که 378 باز باز یکی نوشته کردیم نوشته میکنیم که جمع یکی بعدی نوشته میکنیم که x به توان چند میشه؟ x به توان 14 x به توان 14 که مثلا ما شما دو چند کنیم x به توان چند میشه؟ یعنی به توان یک جمع کنیم نوشته میکنیم که x به توان 15 باز باز x به توان 15 که نوشته کردیم نوشته میکنیم که بر ببینیم
مخرج از یعنی 63504 ای باید ضرب چند بشه؟ ضرب 15 باید بشه. ما پس چیکار میکنم؟ از اینجا نوشته میکنم که این عدد اعتبارم نوشته میکنم که این عدد باید برای ضرب چیم؟ ضرب 15. وقتی که ضرب 15 شما این کار را میتونید توسط ماشین مسابقه چیکار کنید؟ توسط ماشین مسابقه خود انجام بدیم. وقتی که توسط ماشین مسابقه انجام بدیم جواب یکی، یعنی هم تمپلیت ما استفاده میکنیم مثل ماشین حساب یا دیگه یعنی متمتیکایی که داره ما شما برزد. از اینجا وای چکار شد؟ از اینجا وای دوباره هم بدست اومد که وای ما مساوی میشه به چند؟ وای ما مساوی میشه به اکس به توان 3 بر 3، اکس به توان 7 بر 63، اکس به توان 10 بر 378، اکس به توان 15 بر ها. این عدد آخری که ما شما داریم باید بعد از این عدد آخری که ما شما داشته باشیم و قسمت بعدی ما شما چکار میکنیم؟ دیگه سعی میکنیم که قیمت وای که به یه اول داریم چکار میکنیم؟ وضع میکنیم. وقتی وضع کردیم سعی میکنیم که چند میشه جواب بدیم. وقتی که بنوشتیم به استپ بعدی یا به مرحله بعدی که هست ما وای به دست آوردیم. این وای چی؟ وای بگیم چی؟ وای اکس بگیم. این وای به دست آمد. وقتی که به دست آمده باشه باید به استپ بعدی یا به مرحله بعدی که هست ما و شما مینویسیم. وقتی که نوشتیم مینویسیم. وقتی که بنوشتیم چی ما وای بگیم؟ چی به قسمت چی بگیم؟ بگیم که وای اکس بگیم. خب چی بگیم؟ وای چی بگیم؟ که وای آف اکس بگیم. از اینجا وای به دست آمد. وای که به دست آمد به استپ بعدی یا در قدم بعدی که هست وای چند ما باید به دست بیاریم؟ ما وای 0.1 به دست بیاریم. میگیم که مساوی میشه به وای 0.1. میگیم که مساوی میشه به باز من بود. از اینجا ما شما داریم که همین قیمتا رو هم چیکار میکنیم؟ جایگزین میکنیم. وقتی که جایگزین کردیم سعی میکنیم که چند به دست بیاریم. خب از اینجا نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که enough باز بعد از اون دیگه همین بگیره که من یک پروسیجن دارم. از این نوشته میکنم که x به توان 3 بر 3 یعنی 0.1 باز بعد از دو کل به توان 3 بر این هم نوشته میکنم که چی؟ نوشته میکنم که 3 باز نوشته میکنم که جمع دیگه یکی بعدی چند؟ یکی بعدی که هسته 0.1 باز بعد از دو کل به توان 7 بر باز یکی بعدی هم نوشته میکنم که چند؟ نوشته میکنم که 63 من اگر میرسیم که 63 باز نوشته میکنم که جمع عدد بعدی که هسته چنده؟ اصلا x به توان 10 او رو نوشته میکنم که x به توان 10 همینجا که باید بنویسیم نوشته کنیم که جمع x به توان چند بنویسیم؟ x به توان 10 باز بنویسیم 0.1 باز بنویسیم 0.1 کل به توان 10 باز بنویسیم که نوشتم به استپ بعدی یا به قدم بعدی مخرج نوشته کنیم که 378 باز بنویسیم او رو نوشته کنیم نوشته کنیم جمع یکی بعدی هم چند نوشته میکنم؟ دارم که 0.1 باز بعد از به توان 15 بر این عدد هم دارم چند دیگه یه عدد هم میشه که از این رو پر از این من بنویسم. وقتی که یه عدد هم نوشتم از اینجا یه عدد هم می نوشتیم یه عدد که نوشتیم سر می کنیم که چند میشه جواب ما و شما باز بعد از اون میشه به 0.3 دیگه یعنی می عدد چیکار میشه؟ به دست میاد وقتی که به دست اومد نوشته میکنیم که ای برابر با چی؟ برابر با ای. خب انشالله که این سوال یاد گرفته باشین. جواب از سوال وای 0.1 به دست اومد. وای 0.1 می کنم بسا میشه به 0.303. برای ما گفته که شما تا به 4 دسیمال محاسبه کنیم یعنی ما باید بنویسیم که 0.30 چند؟ 0.303 بنویسیم. اما به خاطر دقیق بودن ماشین حساب و بالاخره به خاطر صحیح بودن کارمون ما چیکار کردیم؟ ما سه چهار خونم بیشتر از خواسته ها چیکار کردیم؟ به او جواب به دست آوردیم. خب انشاءالله که سوال ها گرفته باشیم میایم به سوال بعدی. میایم سوال بعدی که هست بر ما شما چی گفته؟ بر ما شما گفته که use Picard's method با استفاده از روش میکارد Picard to obtain the second approximation to the solution of the dy by dx equals x minus y x of not equals 0 y of e y. خب نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که y of not equals 1 equals how much equals 1. خب بشکل بعد از اینکه سوال ما شما کار کنیم ما شما فرمول اونا رو داریم. فرمول که داریم برای از اینکه مثلا محصلین عزیز و گرامی بیتر بفهمن من نوشته میکنم که چی؟ نوشته میکنم که
y صفر از این نوشته میکنم که y صفر و بعد میکنم y صفر نوشته کنم نوشته میکنم که y صفر تا به کجا نوشته میکنم y صفر تا به y نوشته میکنم باز بعد از اینجا مینوشم که چی نوشته میکنم که dy بعد از این میگم که این مساوی میشه بعد انتگرال دوباره دارم انتگرال که دوباره داشته باشم نوشته میکنم که x صفر باز بعد x صفر که نوشته کنم نوشته میکنم که چی نوشته میکنم که x صفر باز بعد از اون دیگه اینجا نوشته میکنم که x باز بعد اینجا نوشته میکنم که fx کاما چی fx کاما y بعد دی ایکس هم چکار میکنم دی ایکس هم میدازم خب بعد از اون ببینین این انتگرال که هسته انتگرال وای صفر تا با وای دی وای که هسته ای که هسته به ایواز ای خود می نویسم وقتی که این نوشته کدام بعد از اون ببینین به ایواز خب اینو که این مساوی میشه و این انتگرال هم که هسته خوده و منطقه به ایواز همین اف ایکس کاما وای که هسته من چکار بکنم نوشته که وای من فیکس مربع خب بعد از اون من این طرف هم بلکه این طرف هم می نوستم این طرف هم که من نوشتم باز بعد از اون فقط به ایوان زمین fx, y متوجه شدن؟ به ایوان زمین fx, y من اون قیمت رو باید بنویسم می نوستم کدو قیمت رو باید به ایوان زمین fx, y بنویسم نوشته کنم که x منفی y مربع باز بعد از اون وقتی که نوشتم ببینین به استف بعدی یا به مرحله بعدی که هسته ببینین ما شما هم یه انتگرال رو داریم هم یه انتگرال که هسته صحیح تاول از این انتگرال مشخص تر میکنیم نوشته میگنی که وای صفر ما وای صفر ما قیمت وزه چند یعنی وای ما قیمت چند وای ما قیمت خود وای باید که بنویسیم اینجا نوشته میگنی که چی نوشته میگنی که دی وای وقتی نوشته میگنی که مثلا میشه انتگرال x صفر تا به x صفر تا به x قیمت چند x صفر تا به x نوشته میگنیم که از صفر تا به چند باید بنویسیم ما شما از صفر بنویسیم تا به x باز باز ایرم که نوشتیم به استپ بعدی نوشته کنیم که x منفی y مربع خب x خود از هست منفی y ما قیمت چند یک نوشته میکنیم که یک مربع باز باز یک مربع که نوشته کنیم dx هم چیکار میکنیم dx هم میوزیم خب وقتی که dx رو اینا نوشته کنیم از اینجا ببینیم انتگرال dy که بگیریم یک دفعه به عوض y بگذاریم یک دفعه یک بگذاریم بگذاریم y منفی چند بشه نتیجه از y منفی یک میشه این مثل همون این قسمت مثل هم سوال اول کار کرده ببینیم مثل هم اینجا x که انتگرال رو بگیریم چی میشه میشه به x مربع بر 2 باز بعد منفی یک که انتگرال رو بگیریم آنسلو چی میشه؟ آنسلو x میشه وقتی که یک گرفتیم آنسلو x شد به استپ بعدی یا به مرحله بعدی که هسته ما شما چیکار میکنیم؟ ما شما نوشته میکنیم که انتگرال باز بعد سایت خلاص شد سایت تحول از این ما شما نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که از صفر تا به کجا؟ از صفر تا به x از صفر تا به x ما شما گفتیم بعد از اون قیمت ها میگذاریم به جای قیمت ها بگذاریم به جای این حاصل از چی میشه حاصل از میشه به x مربع بر 2 منفی x میشه نوشته میکنیم که x مربع بر 2 منفی چی منفی x چون که لوور لیمیت چی لوور لیمیت او صفر بعد که از این طرف برای از این طرف اگر کار ما شما نداریم ما بعد میایم به قسمت بعدی به قسمت بعدی که اومدیم نوشته میکنیم که y ما شما مساوی میشه و یک میاریم به این طرف نوشته میکنیم که یک منفی x مثبت اینم نوشته میکنیم که x مربع بر چند x مربع بر 2 میشه خب وقتی که x مربع بر 2 نوشته کنیم این قیمت y چیکار شد این قیمت y به دست اومد این قیمت y که به دست اومد این باز دوباره هم به این رابطه چیکار میکنیم به این رابطه دوباره وضع میکنیم خب من این رابطه چیکار میکنم این رابطه رو مینویسم وقتی که این رابطه رو نوشتم میام به قسمت بعدی به قسمت بعدی که اومدم باز براتون این رابطه ما که هسته خود از این هسته منطقه ما اینجا چی داریم؟ ما اینجا داریم که y مربع وقتی که y مربع داشته باشیم به استپ بعدی یا به مرحله بعدی که هسته ببینیم همین انتگرال که هسته خود رو یعنی ببین اینو که همگی بنوشتم فقط بعد به ایواز از این y مربع به ایواز از این y مربع من اون قیمتی که هم حالک به دست آوردم از بالا به ایواز y چی به دست آوردم؟ یک منفی x باز باز مثبت x مربع بر 2 الان می چیکار میکنم جایگزین میکنم وقتی که ما بود اینجا جایگزین کردم حاصل از این ببینید سعی کنید که مثلا چی میشه حاصل از این حاصل از این نوشته میگیرید که مثلا میشه بعد این انتگرال که قیمت بگیریم این انتگرال که قیمت بگیریم y منفی چند میشه y منفی 1 میشه میگیم که y منفی 1 مثلا میشه بعد باز من از این انتگرال برای فعلا خود باشه این انتگرال برای فعلا خود از این باشه نوشته میگیم که چی نوشته میگیم که از صفر تا به x وقتی از صفر تا به x نوشته کنیم باز بعد از اینجا نوشته میکنیم که x منفی هیچ کار میکنیم این باید انکشاف بدیم برای از اینکه موضوع منظم تر معلوم باشه من از این قوس ها میگیرم نوشته میکنم که x باز بعد منفی باز بعد انکشاف از اینکه هست خو یک و دو سه حد داره ما سه حد داشته باشیم اول هر کدوم جدا جدا مربع می نویسیم مثلا نوشته میکنیم که یک مربع اگر علامه منفی هم داشته باشه مثبت میشه
x مربع مثبت x مربع بر 2 که مربع کنیم x به توان چند میشه؟ x به توان 4 بر 4 میشه. باز بر از جمع باز بر از اناله باز 2 ضرب از این 2 تا حد اول میشه. 2 ضرب 1 ضرب x حاصل میشه به چی؟ میشه به منفی 2x، یعنی منفی 2ab. باز بر از 2 ضرب 1 ضرب حد سوم میشه، یعنی علامه اینا یه مثبت یه علامه نداره مثبت، نه که نداره مثبت 2 ضرب چی؟ ضرب x. باز بر از ضرب x که نوشتم، باز بر نوشتم ضرب، اینم نوشته میگم که x مربع بر 2، باز بر از اینم که رقم نوشته کنم، باز بر از ببینن ای ضرب از میشه، یعنی نوشته میگم که منفی 2x، باز بر از ضرب اینم نوشته میگم که x مربع بر چی؟ x مربع بر 2، اینم که ضرب کردیم، باز بر از اینم نوشته میگم چی؟ نوشته میگم که dx میرسیم. وقتی که dx رو دیگه پا اینا نوشته کردیم، از این نوشته میگم که y منفی 1 برابر با خب، یعنی که میشم یک رو مالک فورا بزو برتر کنیم دیگه، و یک رو برتر کردیم یک چی میشه؟ یک مثبت میشه. باز برای تو نوشته میگنیم که چی؟ نوشته میگنیم که جمع انتگرال رو هم نوشته میگنیم، نوشته میگنیم که انتگرال x چند ده، نوشته کنیم که انتگرال سفر باز برای تا به چی؟ تا به x. وقتی که انتگرال سفر تا به x نوشته کردم، ای x خود می نوشتم، x که خود نوشته کردم، باز برای تو منفی ببینم منفی یک که ضرب یک مربع کنم، منفی که ضرب یک مربع کنم حاصل چی میشه؟ حاصل میشه و منفی یک کنم میگم منفی که ضرب x مربع کنم نوشته میکنم که منفی x مربع. باز بعد منفی که ضرب x به توان 4 بر 4 کنم، منفی x به توان 4 بر اینا نوشته میکنم که 4. باز بعد منفی که ضرب 2x بکنم نوشته میکنم که مثبت 2x. باز منفی ضرب این دو به دو خلاص میشه، منفی x به توان 3 میشه، نوشته میکنم که منفی x به توان 3، منفی در منفی مثبت میشه، دو هم به دو خلاص میشه. باز بعد نوشته میکنیم که مثبت، حاصل از این نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که مثبت. خب همینجا یک چک هم با که ما شما بکنیم ببینیم، داریم که یک مربع x مربع x به توان 4 بر 4، باز بعد دو ضرب یک ضرب x میشه به 2x، دو ضرب یک ضرب x مربع میشه هست قیمت چند؟ در قیمت هست یک. وقتی که قیمت یک باشه حاصل از این به خلاص میشه، از اینجا نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که x مربع میشه. همینجا نوشته میکنیم که چی؟ این نوشته میکنیم که x مربع، این که x مربع نوشته کردیم، باز بعد به استپ بعدی و مرحله بعدی این نوشته میکنیم که مثبت x به توان چند بنویم که مثبت x به توان 3 بنویم. باز بعد x به توان 3 که نوشتم به قسمت بعدی یا به استپ بعدی dx را هم چیکار میکنم؟ dx را هم بنویسم. خب وقتی که dx و اینا را هم نوشته کردم، از اینجا y میگم که مساوی میشه. بعد ببینید این یک خود از جنس جمع ما اینجا داریم که 2x و این هم x، 2x و این هم x حذف میشه و 3x میشه. انتگرال 3x که بگیریم نشون میگه 3 بر 2 x مربع نشون میکنم. باز بعد از اینجا x مربع و x مربع داریم، اینو هم جمع میشه، جمع الجبری البته، نشون میگه منفی 2 بر چند؟ 2 بر 3. باز بعد از بیرام نشون میگه که x به توان 3 انتگرال رو که بگیریم. باز بعد از اینجا داریم که x به توان 3، x به توان 3 که انتگرال بگیریم نشون میگه که x به توان 4 بر 4. باز بعد از بیرام انتگرال گرفته شد، x به توان 4 که انتگرال بگیریم نشته میگنیم که منفی گیرم منویسیم که x به توان 5 بر 20 نوشته میکنیم. خب شما کار وقتی که x به توان 5 بر 20 نوشته کردیم نشته میگنیم که x به توان 5 بر 20 به شکل این انتگرال از چی کار شد؟ این انتگرال از این گرفته شد، انتگرال از این گرفته شد همی که انسر چی ما y بگیم چی؟ y x بگیم متوجه شدیم؟ خب از این نوشته میگنیم که هست y باز برای دیگه ما y y x فرق نمیکنه، از این نوشته میکنیم که y of x باز برای به استپ بعدی که هسته به هر جایی که ما شما x دیدیم به وزن چند وزن میکنیم؟ 0.1 وزن میکنیم. 0.1 وزن کردیم سه میکنیم که جواب ما شما چند به دست میاد، از این نوشته میکنیم که ساده ساده کن یا enough جمع ای را نوشته میکنیم که چی؟ خب مینویسیم که 3 بر 2 3 بر 2 یعنی 1.1 چند؟ 1.5. باز بعد نوشته میگیم که ضرب x مساوی چند؟ 0.1. باز بعد اینم نوشته میگیم که کل مربع. خب وقتی که رقم شد منفی اینم نوشته میگیم که چی؟ نوشته میگیم که 2 بر 3، 2 بر 3 که نوشته کنیم باز بعد نوشته میگیم که ضرب 0.1 چند؟ 0.1 کل به توان چند بنویسیم؟ کل به توان 3 بنویسیم. باز بعد مثبت اینم نوشته میگیم که 1 بر چند؟ 1 بر 4. باز بعد یکی بر 4 که نوشته کردیم میرم داشته میگنیم که 0.1 باز بعد کل به توان چند بنویسیم؟ کل به توان 4 بنویسیم. باز بعد داشته میگنیم که منفی 1 بر 20 باز بعد میرم داشته میگنیم که ضرب 0 ضرب قاش بگیریم 0.1 کل به توان ایرم داشته کنیم که چند داشته کنیم که 5. وقتی که رقم داشته کنیم چند میشه؟ حاصل میشه و 1.0 1 4 چند چند چند.
از اینجا نوشته میکنیم که y of 0.1 equals یه عدد چکار میکنیم؟ یه عدد میرسیم. خب اندیش حکم این سوال هم به صورت موفقانه جوابی چکار میشه؟ جوابی برز میدیم. انشالله که این سوال هم یاد گرفته باشیم باز برز بیم میگیم بسا. خب این سوال سازی میکنم نوشته میکنیم که y مساوی میشه به یک جمع باز برز و انتگرال خود میرسیم نوشته میکنیم که انتگرال از صفر تا به چند بنویسم؟ از صفر تا به x بنویسم. انتگرال که از صفر تا به x من نوشتم باز برز بود اینجا من چند دارم؟ اینجا دارم که x دارم. نه البته اول نوشته میکنم که منفی یک باز برز بود منفی یک که نوشته که دوم نوشته میکنم که جمع ببین یه دو x اینجا داریم یک x اینجا حاصل چند x میشه؟ حاصل میشه به 3x میشه. ای که 3x شد باز برز بود x مربع و یعنی x مربع نوشته میکنیم که میشه به 2x مربع باز برز بود که 2x مربع شد نوشته میکنیم که مثبت x با توان 3 باز برز بود یکی بعدی رو نوشته میکنیم که x منفی x با توان 4 بر 4 بنویسیم. خب این هم که نوشتیم به قسمت آخری دی اکس هم داره میرسیم دی اکس هم که ما مثلا بنوشتیم به استپ بعدی میم چیکار میکنیم؟ نوشتیم میگنیم که وای ما مساوی میشه به یک یعنی یک پیش از انتگرال خود از یک انتگرال منفی ها که بگیریم نوشته میکنیم که منفی x باز باز و انتگرال سه x که بگیریم نوشته میکنیم که مثبت سه بر چند سه بر دو x مربع باز باز سه بر دو x مربع شد یکی بعدی نوشته میکنیم منفی دو بر چند نوشته کنم نوشته میکنیم منفی دو بر سه باز باز x با توان چند بنویسیم میرم نوشته میکنیم که x با توان سه یعنی انتگرال حد بعدی یه انتگرال از این شد دو بر سه x با توان سه انتگرال x با توان سه که بگیریم مثبت اینم نوشته میکنیم که یکی بر چهار x با توان چند بنویسیم x با توان چهار بنویسیم باز من از اون منفی انتگرال x با توان 4 بر 4 که بگیرم نوشته میکنم که x با توان خب x با توان 5 بر نوشته میکنم که x با توان 5 بر 20 وقتی که اینا نوشته میکنم x با توان 5 بر 20 به شکلی هم این سوال گرفته میشه چی همین سوال y بگیم چی y x بگیم فرق نمیکنه باز برای اون میگیم که y x ما شما قیمت بدن سوالیم y of x قیمت چند شده y of x مساوی یه عدد شده ما برای از اینکه y از صفر اشاریه یک به دست بیاریم از این چیکار میکنیم؟ از این محاسبه میکنیم نوشته میکنیم که y صفر اشاریه یک به این شکل چیکار میشه؟ محاسبه میشه نوشته میکنیم که این یک منفی ایرم نوشته میکنیم که صفر اشاریه یک مثبت ایرم نوشته میکنیم که سه بر دو ضرب باز بر دو صفر اشاریه یک کل به توان چند نوشته کنم؟ کل به توان دو نوشته میکنیم که کل به توان دو باز نوشته میکنیم منفی دو بر چند دو بر سه ضرب خب صفر اشاریه یک باز بر دو کل به توان چند؟ کل به توان سه مثبت یک بر چهار باز بر دو ضرب صفر اشاریه یک کل به توان چند بنویسم؟ کل به توان چهار بنویسم باز بر دو منفی یک بر چند؟ یک بر بیست یک بر بیست که نوشتم میرم نوشته کنم که صفر اشاریه یک کل به توان چند بنویسم؟ کل به توان پنج بنویسم اقلاب سازی بسته بیشن کنم حاصل از این میشه به صفر اشاریه نو یک چهار سه پنج هشت خواه به دست اومد این سوال اینه به صورت خیلی موفقانه چکار شده اگه حل شده و حل از این که هسته نگه شامل جوابیه که ما شما به دست آوردیم نوشته میکنیم که y of 0.1 equals بیشن کنیم این با شما چه کنیم؟ این با شما بنوشتیم انشالله که شما این سوال یاد گرفته باشین از سوال هم لذت برده باشین این بخش دیفرانشیال که هست خیلی هم کاربردیه هم بسیار سادیه دیگه انشالله که شما یاد گرفته باشین من میرم به بخش بعدی میرم به بخش بعدی که من برام فکر کنم که سوال دیگه داریم ببینیم خب سوال که ما شما داریم use the Picard method to find y at x equals 0.25, 0.5, 0.75 یعنی با استفاده از روش پیکارد x مساوی به 0.25 0.5 و 0.75 به دست آورید باز برادو یعنی اینا که هست اینا به مرحله آخر به کار ما شما میاد اینا به مرحله آخر به کار ما شما میاد اینجا هم که داریم dy by dx مثلا میشه x مربع بر y مربع جمع چند جمع یک باز برادو از اینجا که هست y صفر مساوی میشه به یک یعنی x صفر قیمت او صفر و y صفر قیمت او چنده و y صفر قیمت او یک خب اولین کاری که ما شما میکنیم در قدم اول که هست ما شما انتگرال می نویسیم انتگرال که نوشتیم انتگرال ها از اینا رو باز برازو از اینجا نوشته میکنیم که انتگرال چند بنویسیم انتگرال y صفر y صفر که بنویسیم نوشته میکنیم که انتگرال y صفر خب انتگرال y صفر تا به چی تا به y باز برازو اینجا نوشته میکنیم که y dy بعد از اینجا نوشته میکنیم که انتگرال x صفر انتگرال x صفر که نوشته کنیم نوشته میکنیم که انتگرال x صفر باز بعد تا به چی؟ تا به x نوشته میکنیم
از این جمع نوشته میکنیم که fx, y fx, y باز بعد از این هم نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که dx. خب بعد از اون به استپ بعدی یا مرحله بعدی که هست قیمت هم خوری یکی یکی به جاده نشکار میکنیم وزن میکنیم انتگرال صفر تا به وزن از این چند وزن میکنم به وزن خب به وزن از این انتگرال نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که انتگرال y باز بعد از این انتگرال y که باشه اینجا هم نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که یک باز بعد از این اینجا هم نوشته میکنیم که dy میگیم که برابر با خب ما شما داریم که انتگرال داریم نوشته میکنیم که انتگرال از چند برسیم از صفر تا به x باز بعد از صفر تا به x که نوشتیم اینجا ما شما نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که x منبع بر y منبع جمعی اگر می نوشیم که x منبع بر میرم می نوشیم که y منبع جمع چند جمع یک وقتی که ما شما نوشتیم ایرم نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که dx. خب اما y ما قیمت چند ده y ما قیمت یک دیگه نه پس به این از y ما چند نوشته میکنم یک نوشته میکنم وقتی که یک نوشته کنم میگه به این شکل سوالی که من که ساده تر میشه نوشته میکنم که y منفی یک یعنی این استپ بگنسته مثل سوال قبلی y منفی یک مثلا میشه x مربع بر 2 x مربع بر 2 که انتگرال بگیریم آسل نوشته میکنیم که x به توان 3 بر 6 میرسیم باز باز x به توان 3 بر 6 که نوشته که سایه تحول هم که هست که پایین صفر یک میگونیم به دو بر یک به دو بر بردیم نوشته میگنیم که y ما مساوی شده به یک جمع x به توان 3 بر 6 همه چیکار میکنم این میرسیم وقتی که نوشته کنم x به توان 3 بر 6 من نوشته کنم این